سوال شماره 43، عددی را در خودش ضرب کرده ایم، حاصل 5329 شده است، مجموع ارقام آن عدد کدام است؟ خب قشنگ دقت کن، میگه یه عدد رو در خودش ضرب کردی. اگه یه عدد رو در خودش ضرب بکنی یه جوابی رو به ما بده، اون موقع تو میخوای حالا مجموع ارقامش رو به دست بیاری. بنابراین ما اصلا کار خاصی نداریم برای حل کردن این سوال، فقط باید عدد رو به دست بیاریم. اما وقتی میخوای عدد رو به دست بیاری، میگی شده 5329، ای کاش عدد ما یه خود روند بود. اگه عدد ما روند بود خیلی راحت میتونستیم جواب بدیم، اما اشکال نداره. ما بیایم ببینیم 5329 تو کدوم رنج اعداد قرار داره. اگر عدد من بود 70، 70 ضرب در 70 که میشه 70 ضرب در خودش، میشه چقدر؟ میشه 4900. اگه عدد من بود 80، 80 ضرب در 80 میشد چقدر؟ 6400. که ای کاش اینطوری بود، اما الان اینطوری نیست. ولی یه چیزی رو میدونم، 5329 بین 4900 و 6400 درسته. بنابراین عددی که تو داری میخوای تو خودت ضرب بکنی یه عددی بین 70 و 80. حالا 70 و خورده ایه دیگه، درسته؟ اما اون خورده ایش رو بیایم یه خورده دقیق تر پیدا بکنیم. اگه عدد در خودش ضرب بشه بهت میده 5329. رقم یکانش رو نگاه کن، 9. چه عددی ضرب در خودش یکان 9 میده؟ قشنگ دقت کن، به این چیزا باید دقت کنیم، یاد بگیریم کم کم چه اعدادی ضرب در خودشون چه یکانهایی رو میده. مثلا اگه 3 رو ضرب در 3 بکنی یکان 9 میده. دیگه چی؟ اگر فرض کن 7 رو ضرب در 7 بکنی چی میده؟ 7 × 7 = 49 تا، بازم یکان 9 میده. بنابراین از این دوتا نتیجه میگیری که عدد من یا بوده 73 ضرب در 73 که یکان 9 بده، یا 77 ضرب در 77 بوده که یکان 9 بده. اگر به دست بیاری 73 ضرب در 73 دقیقاً میشه 5329، که جواب ما بچه ها دقیقاً همین میشه. و اگر این جواب رو به دست بیاری میبینی که جواب متفاوتی رو میده. بنابراین عدد ما چی بوده؟ 73 بوده که ضرب در خودش شده. حالا سوال میگه چی؟ میگه جمع رقماش یعنی چی؟ یعنی 7 به اضافه 3 که میشه برابر با 10. کدوم گزینه میشه؟ گزینه شماره 3. این سوال رو باید این تیپی حل کرد.